سلام همه شما دوستای عزیز، من الانو پسم و با یک ویدیوی آموزشی دیگه صفر تا صد کاراکتر اومدیم خدمت شما و با هم دیگه اینجاییم در خدمت جناب آقای آلبیدو، داداش کلی میتونیم صداش کنیم و حالا هر چیزی که توی بک استوریش هست. خب دیگه بدون معطلی بریم و با هم دیگه آموزش این کاراکتر رو ببینیم. حتما حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. آلبیدو به دلیل توانایی‌هاش توی شیمی خیلی معروف شد و معمولاً دوست داره وقتشو به تنهایی توی دراگونز پاین بگذرونه. اون خیلی به روابط انسانی علاقه نداره و دوست داره که به مردم به عنوان یک موضوع آزمایش نگاه کنه و روابط اجتماعیشون رو موشکافی کنه. اما وقت گذرونه با بچه‌ها، مخصوصاً کلی رو خیلی دوست داره و کلی براش مثل خواهر کوچیکشه. اون مسئول تحقیقات نایت آف فاونیاس و دوست داره خودش رو توی کارش غرق کنه و وقتی به نتیجه تحقیقاتش میرسه حس توهی بودن میکنه. در کنار شیمی و به نقاشی هم علاقه داره و رابطه نزدیکی با سینچو هم داره. با اینکه اخلاق خوبی داره اما مردم مانستد خیلی از زندگی شخصیش اطلاع ندارن و اون فقط با تراولر تونست رابطه خیلی نزدیکی شکل بده، چون معتقد هر دوی اونها متعلق به دنیای توت نیستن. آلبیدو یک موجود مصنوعیه، مثل یک ربات که با نیروهای تاریک به وجودش آوردن و به دلیل علم زیادی که به هنر کیمیاگری داره، آلبیدو معتقده که موجود خطرناکیه که درستم میگه و دینزلیف و ونتی هم به این موضوع اشاره کردن. خب حالا از خود آلبیدو بگذریم، بریم سراغ این که ببینیم این کارکتر چیست و چگونه عمل میکند. آلبیدو یک کارکتر سورد یوزره که المنتش هم جیوه. کار کلیش هم یه جوری حالت یوتیلیتی ساپورتیو آف فیلد دی پی اسه که حالا آف فیلد یک دمیج خوبی رو داره تعبیه میکنه برای شما، در کنار اینکه حالا دائما میتونین کریستالایز شیر ازش بکشین بیرون و المنتال مستری تیمتون هم تازه میتونه باف کنه و یه جورایی پس حالت بافر هم میتونیم حسابش کنیم. خب بریم یه مقدار با کل کیت آلبیدو آشنا بشیم، ببینیم کلا چه جوری عمل میکنه. خب نورمال تکش هیچ چیز خاصی نداره و حتی نیازی به لول اپ کردنش هم واقعا ندارین، چون که قرار نیست بیاد توی زمین و شروع کنه فیزیکال دمیج زدن براتون، پس کلا میتونین ایگنورش کنین بره. بریم سراغ اسکیلش. یه دونه اسکیل دمیج داره، یه دونه ترانزیشن بلاسم دمیج داریم و یه دونه هم دیوریشنش که کلا 30 ثانیه است و کول داون 4 ثانیه‌ای، یعنی چی؟ یعنی 24 ثانیه اولا تایم زازه زیادم میارین. این صرفا خب برای این خوبه که میتونید تغییر پوزیشن بدین و محدوده خیلی خوبی رو هم پوشش میده این المنتال اسکیل آلبیدو. حالا بریم توضیحاتش رو بخونیم. میگه آلبیدو یک نوع منطقه سولار ایسوتوما میسازه با استفاده از آلکمی که ایوی دمیج جیو میزنه به حالا هر کسی اونجا بود. ولی سولار ایسوتوما چیکار میکنه؟ چیزای زیرو به ما میده. اولین چیزی که ما میده چیه؟ میگه زمانی که حالا این سولار ایسوتوما رو ساختی، بذارین ما الان بهتون توضیح بدم مثلا چی هست. اینه. این محدوده رو میبینین دور من ایجاد شده، به این میگن سولار ایسوتوما ها. حالا ما هم سولار صداش میکنیم دیگه. اگر هر انمی توی این محدوده یه دونه دمیج بخوره، بعد این اتفاقی که اینجا نوشته میفته. میگه هر زمانی که انمی توی این منطقه باشه و یک دمیج بخوره، این سولار ایسوتوما باعث میشه که ترانزیشنت بلاسم دمیج بزنه بهشون که ای او ای جیو دمیج محسوب میشه اون و با دیفنس آلبیدو اسکیل میشه که اینه دیگه، ترانزیشن بلاسم دمیج که 240% دیفنس آلبیدو دمیج میشه میزنه. پس این از این قسمت. بعدش قسمت دوم چی نوشته؟ نوشته ترانزیشن بلاسم کن اونلی بی جنریت وانس اوری 2 سکند. میگه این دمیجی که انمی رو بزنی به ترکونیش فقط هر 2 ثانیه یک بار میتونه اتفاق بیفته. خب بعدش دیگه خیلی چیز خاصی نیست. داره میگه که زمانی که شما این اسکیلتون رو زدین و کاراکتری بره روی گل وسطش وایسته، اینجوری همچین آسانسور میشه میبرتتون بالا و میگه این آسانسور بودنش هم یه بار بیشتر کار نمیکنه، یعنی به ازای هر کدوم اسکیلی که دارین، به ازای هر اسکیلی که دارین یه بار بیشتر نمیتونین از این آسانسورش استفاده کنین. پس اینم یادتون بمونه. چی میگه؟ میگه آقا اینو میتونین شما هولد کنید که خیلی شیک پوزیشنشو عوض کنم، مثلا میگه آقا میخوام اینجا سامانش. خب اینجا روی این اصلا سامانش. خب بعد تو مثلا اینجا روی این راحت سوار شیم بیایم پایین. خب بعد توی اوپن ورلد این چیزا بد نیست، کارتون راه میندازه صرفا برای مثلا یه جایی که میخوایم بالا دیواری چیزی برین، همونجا میذاریش زیر پات میری بالا دیگه، تموم شد رفت.
اینم از کل المنتال اسکیلش. اسکیلینگاش هم که داریم میبینیم، اسکیل دمیج اولش دمیج خامی رو داره میزنه، ولی اون ترانزیشن بلاسم دمیجی که خیلی دمیج مهمیه و کلا میبینیم که داره با دیفنس اسکیل میشه. پس آلبیدو رو باید یه جوری دیفنس بیلدش کنیم. سراغ قسمت بعدی که المنتال برست این کاراکتره. المنتال برستش داره میگه under albedo's command، زیر فرمان آلبیدو، جیو کریستالز شوگر اند برست فورث. خب میگه با استفاده از الان دستور یه دونه بشکن چیزی میزنه، میگه که آقا دیلینگ ای او ای دمیج این فرونت آف هم، یه دونه میگه همچین جلوش کلن همه چی ای او ای دمیج میخوره. بعدش چی داره میگه؟ میگه اگر که اینجا اومدی برستتو بزنی و یه دونه از اون اسکیلت که آلبیدو ساخته اونجا زیر پات باشه، هفت تا هم فاتال بلاسوم میزنه میترکونه، که اون فاتال بلاسوم هم باز یه دونه ای او ای دمیج رو داره که همونطور میره اونجا نزدیک هر انمی بلوم 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 میترکه و دهنشون سرویس میشه. بعد میگه تکتونیک تایت دمیج اند فاتال بلاسوم دمیج ویل نوت جنریت ترانزیشن بلاسوم. میگه که آقا این دمیجایی هم که داره میزنه با استفاده از اینکه حالا برستو زدی، چون توی اون سولار ایسوتوما اسکیلت هستی، باعث نمیشه که این اونو اکتیو کنه، پس توقع نداشته باشه این اونو اکتیو کنه، خودش کارو خودشو میکنه. اسکیلینگاشو داریم اینجا میبینیم، کولدنش 12 ثانیه خیلی کمه، کاستش هم 40 تایه خیلی کمه، برست دمیج اولیش نسبتا خوب اسکیلینگش، و این فاتال بلاسوم دمیجش هم که خب به ازای هر کدوم 100 و اینقدر داره میزنه، که خب 7 تا هم هست میشه 700 خوردی، که دمیج نسبتا قابل توجهیه. بریم سراغ پسیو ترنت اولش. پسیو ترنت اولش داره میگه اون دمیجی که بود توی اون فیلد سولار آلبیدو میزنی به انمی، اگه انمی شما زیر 50% بشه 25% دمیج بیشتری هم میزنه بهشون. پس این صرفا دمیج اسکیلتون رو باف میکنه. قسمت بعدی تلنت دومش. تلنت دومش داره میگه بعد از اینکه المنتال برستتون رو استفاده کردید، المنتال مستری کل پارتی شما 125 تا برای 10 ثانیه زیاد میشه. و پسیو تلنت کلیش چی میگه؟ میگه وقتی آلبیدو رو کرافت میکنه وپن اسنشن متریال ها، 10% شانس اینه که دوبار درستشون کنه. تموم شد و رفت. بعد از اینکه همینا رو گفتیم، اولویت تلنت ها رو بهتون بگم. بزن اینجا نگاه کنید، درست گفته؟ آره همین درسته. اول شما باید اسکیلتون رو مکس کنید، بعدش هم المنتال برست و نورمال اتک، که خب برای دیگه نورمال اتک و برست خیلی مهم نیست، و لول آلبیدو هم توی اون کریستالز شیلدی که میسازه خیلی تاثیر داره، پس لولش هم حتما بیارید بالا. معمول از کل کیت کلی آلبیدو که به طور کاملا خلاصه و مفید بهتون توضیح دادم. بریم سراغ کانسلیشن ها. کانسلشن اول نوشته که آقا اون بلاسم دمیجی که حالا میزنید میترکونید انمیا رو با المنتال اسکیلتون توی اون ناحیه هستین، 1.2 انرژی برای آلبیدوی شما تبیه میکنه، که این خب چیز خوبیه. کانسلشن دومش چی میگه؟ میگه که آقا زمانی که حالا میان دوباره همونجا ترانزیشن بلاسم میزنید، یعنی توی اسکیلتون به انمی دمیج میزنید، بهتون یه دونه استک رو میده که اسمش فاتال ریکونینگ، خب ریکونینگ اشتباه نخونده باشم، که آلبیدو این بافو میگیره و 30 ثانیه هم روش میمونه. حالا میگه هر تعداد از این بافا رو شما دریافت کنی، یعنی چند تا بزنی حالا بگیری، بعد از این که حالا المنتال برست رو بزنین، یعنی بشکنتون رو بزنین، هر چقدر استک جمع کرده باشین، همه این استک ها رو میاد مصرف میکنه، و دمیجی که فاتال بلاسوم، یعنی همون هفتایی که بوم 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 میترکیدن توی المنتال برست شما، و دمیج برست کلی که حالا المنتال برستتون میزد رو 30% دیفنس آلبیدو افزایش میده، که این یه جورایی خیلی چیز خفنیه، و این استک هم 4 بار میتونه گرفته بشه، یعنی 3-4 تا نزدیک 120% دیفنس آلبیدو میتونید اینجا بزنید، دکتران ملتو بیارین پایین، که خب خیلی اسکیلینگ جالبیه. بریم سراغ بعدی که میگه المنتال اسکیل شما رو سلور زیاد میکنه. پسیف ترنت چهارم، Active party member within the solar isotoma field have their plunged attack damage increased by 30%. این صرف هم به درد شاو میخوره و الان در حال حاضر به درد کسایی که توی تیمشون شیانیوم و آلبیدو رو کنار هم قرار استفاده کنن، که خوب نمیدونم واقعا چه کسایی امکان دارن همچی کار رو بکنن، ولی خوب آره. میگه پلانج اتک کسایی که توی فیلد این سولار باشن رو 30% دمیجش رو زیاد میکنه. بعدی المنتال برستش رو سلور زد میکنه، و کانسلشن چهارم، اکتیو پارتی ممبر ویدین دی سولار سیستم فیلد هو آر پروتکتد بای شیلد کریتد بای کریستالایز هاف دیر دمیج اینکریز بای 17%. چقدر سریع خوندم، خوب بود. خب ببینید، داره میگه که اون پارتی ممبری که تو شما توی تیم شما الان اکتیو هستن توی زمینه، اگه توی فیلد سولار باشه و توسط شیلدی که با کریستالای ساخته شده محافظت شده باشه، شیلد کریستالای دورش باشه، 17% دمیج کلش افزایش پیدا میکنه. خیلی
کانسل شیشه جالبی نیست، ولی خب دیگه دادن دیگه. اینا از کانسلشن ها، امیدوارم تا اینجا سوالی نداشته باشین. اگرم سوالی دارین من جوابگو نیستم، میرم سراغ وپن ها. میتونید توی کامنت ها بپرسین، یکی میاد اونجا جواب میده دیگه بهتون بالاخره. من که هیچ وقت جواب کامنت ها رو نمیدم. بعد از کانسلشن ها میشه نوبت سلاح ها. خب ببینین، سلاح ها رو اگه بخوایم رنگ بندی کنیم، در حال حاضر بهترین سلاحی که برای آلبیدو هست سلاحی که برای چیوری آوردن، ولی آلبیدو هم خیلی، یعنی عملا کیت آلبیدو و چیوری چون که تقریبا خیلی شبیه به همه، برای همین سلاح بر جفتشون فوق العاده عمل میکنه. و آره دیگه، آلبیدو از این سلاح میتونه نهایت استفاده رو ببره. پس بهترین سلاح برای آلبیدو میشه اوراکو میسوگاری، میسوگیری. خب ولی یک سلاح دیگه ای که هست که توی آموزش خود چیوری هم گفته بودیم اینه، سینبار که صداش میکنیم ما. این سینبار توی یه ایونتی بوده که مال پچ خیلی وقت پیشه و به ما دادن که عملاً بعد از سلاح خودش بهترین سلاح همین سینبار است که وجود خارجی داره. اگه اینم نخواهیم بذاریم، بعدش میرین سراغ آپشن های 3 ستاره هاربنجر آف دان که اینجا داریم و خیلی هم چیز خوب و مفیدیه. و در نهایت هم میتونیم برین سراغ ولفنگ بتل پاس که سلاح جدیده. بقیه سلاح های 5 ستاره هم دیگه همشون هم به ترتیب میتونن بیان بشینن پشت هم دیگه، چون دیگه واقعا هیچ کدومشون اونجوری نمیتونن کمک آلبیدو کنن، صرفا دارن استاتشون رو بهش انتقال میدن. که مثلا دیگه پرومردیال جیت کاتر، میس اسپلیتر، ریفورج، اینا همشون آپشن مناسبی هستن. سلاح هاران آیاتو دیگه، سلاح حتی فورینا، همه اینا سلاح های مفیدی هستن که میتونین روشون روش استفاده کنید. اینم از قسمت سلاح. بریم سراغ قسمت بعدی که میشه آرتیفکت. خب توی ست آرتیفکت، بهترین ست آرتیفکتی که شما میتونید داشته باشین هاسکه. خب قاعدتا برای همه کاراکترهای جیو که صرفا دارن دمیج دیل میکنن، دمیج دیل میکنن، هاسک ست خیلی مناسبیه و آلبیدو هم مستثنا نیست از این قضیه دیگه. ولی اگه احیانا نخواستین هاسک بدین، مثلا نمیخواستین وقت الان تازه آلبیدو گرفتین، نمیخواین وقت بذارین برین هاسک فارم کنین چون که آرتیفکت دوم اون دومین کاملا شته، میتونین برین گلدن تروپ بدین دستش. چرا؟ چون که خب ماراساچوست هانتر چه ست خوبیه دیگه. شما برای این فارم کنین دو تا ست آرتیفکتی که دارین میگیرین ستای خیلی خوبین، برای همین اونجوری دیگه رزیناتون ویست نمیشه آنچنانی و در کل خوبه دیگه. آره حالا پس ست ما تا اینجا شد چی؟ یه دونه هاست دارم، یه دونه گولدن تروپ. اگه نخواستین هیچ کدوم از اینا رو بزنین یا خواستین ترکیبی بزنین، این کیه؟ خواستین ترکیبی بزنین، میتونین دو ست همین هاست رو بذارین، دو ست گولدن تروپ بذارین، میتونین دو ست گولدن تروپ بذارین، دو ست آتیک پترا بذارین. ترکیب جیو دمیج، دیفنس و اسکیل دمیج، همه اینا با هم دیگه ترکیبی کار کنید، اوکین، کارشو انجام میده. خب این بود از کل آرتیفکت هایی که بعد بندی. حالا بریم سراغ استت هایی که روی آرتیفکتتون بعد باشه. خب بچه ها سندتون حتما 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 باید دیفنس باشه، اصلا هیچ چیز دیگه جز دیفنس ندیم بهش. لیوانتون اگه ساب استت خیلی خفنی مثل این دارین که خوبه دیفنس بدید، چون استت هاست کم هست، ندارین جیو دمیج بونس هم کارتون را میندازه، خوبیه و کلاش هم کریت. واو چه رولی خورده این. خب آره دیگه، کلاش هم کریت میدین که دیگه دمیجشو بالانس کنه، یعنی ریتتون باید بالانس باشه دیگه، ریت یا دمیج دیگه هرجوری خودتون صلاح میدونه. توی ساب استاتتون فقط دنبال کریت ریت و کریت دمیج به علاوه دیفنس باشه که همینطور میبینید داداشمون اصلا گاد رول نکرده. آره اصلا وقت نذاشته بخواد برو فارم کنه. آلبیدو چیه؟ خب گیم پلی آلبیدو رو بریم یه نگاهی به هم دیگه بندازیم ببینیم به طور کلی چطوری عمل میکنه. ببینین توقع دمیج های خیلی فضایی رو از خود آلبیدو به صورت تنهایی هیچ وقت نباید داشت. خب ولی خب مثلا توی تیمای خیلی خوبی آلبیدو رام میشه، یکی از تیمایی که مثلا آلبیدو توش جوابه این تیمه که الان با هم دیگه میریم نگاه کنیم چه جوری میزنه.
این تیم ریاکشن ها رو هم راستید آلبدو راستید یه دونه به خاطر اینکه گیج خیلی پایینی داره المنتال اسکیلش و اون حالا بلاسمایی که میسازه گیجش چون خیلی پایینه ریاکشن خراب نکنه خوبی داره. خب مثلا مثل ستون جانگلیس بزنه گن بزنه توی ریاکشنتون در کل ریاکشن ها رو خوب نگه میداره. خب ناکن خیلی شیک ماینه شروع میکنیم، آلبدو رو میذاریم برسوش اصلا ناکن همجا میزنیم خیلی شیک بوم 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 دیدین این همون دمیجی که بهتون گفتم. بعدش راحت میان روی دالات دی پی استتون رو هر کسی که قرار باش کلی دمیج بزنین و شروع میکنید دمیج دادن و همین راحت. یعنی در کناری که اوکوتا داره اونجا کلی دمیج میزنه هم تو یکی یکی اونجا هم داره یه عالم دمیج هم آلبیدو برای شما تعبیه میکنه. خب بعدش دیگه خیلی شیک به همین روتیشن ادامه میدین تا انمیاتون شهید گمنام شن همشون. حالا اینجا فریز میکنه اعصاب ما رو به هم میریزه. آره بعد نما کنین الان میایم اینجا مثلا فیلد رو میسازیم بعد برست رو میزنیم روبرو میزنه بعد بوم 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 انمی ها میترکن. اگه انمی های زیادی توی اون ناحیه بشه یکی یه دونه از اینا میخورن ولی چون یه دونه است به صورت کاملا شافل بهش میخوره. خب پس اینا رو حتما در نظر بگیرین. کلا همینه دیگه تاش مثلا میخوای کار خیلی مفید انجام بده میتونی بیا اینجا رفت ما رو نبرد آسانسورش. خب میتونی بیا اینجا بعد یه پلان جتک مثلا بزنی که دمیجش خب قاعدتا از چار جتک یک مقدار بیشتره ولی خوب. آره صرفا ساب دی پی اسه دیگه کل دی ام پلش به همین صورت. خب حالا بریم سراغ تیم کامپ هایی که با آلبیدو میتونید ببندید. یکی از تیم کامپ های خیلی خفنی که همه دوست دارن تیم فول جیوه. خب که واقعا هم تیم قویه ولی من خیلی حال نمی کنم با این تیم. در نتیجه بلد یاد نرفتم هیچ وقت پیگیرشم یاد بگیرم چجوری باشون بازی کنم چون که نه ایتو دارم نه آلبیدو دارم نه گرومو رفتم لول اپ کنم. در نتیجه آره ادیتور اینجا براتون میذاره که چجوری با این تیم باید بازی کنم چون من روتیشن این تیمو حقیقتا کامل بلد نیستم برای همین نمیخوام اطلاعات اشتباه بهتون بدم. خب یکی از تیمایی که بود پس شد تیم 4 تا جیو که خب تیم اوکیه. خب تیم بعدی میشه تیم نسبتا کاملا جمله قشنگی بود تیم نسبتا کاملا F2P حالا یونجی نوئل و جناب آقای گورو که توی این تیم دی پی اس تو میشه نوئل و یونجین و گورو میشن ساپورت و آلبیدو هم که همون ساب دی پی اسی که بود. خب یکی دیگه از تیمایی که بود همین تیمی بود که من الان بهتون نشون دادم جانگلی و هوتاو میشن به عنوان دی پی اس و زمانی که آلبیدو رو میذارین توی این تیم عملا میاد رزونانس دابل جیو رو براتون اکتیو میکنه که هر کسی توی شیلد باشه کلی دمیجش بیشتر میشه رزیستش کمتر میشه و رزیست انمی ها نسبت جیو کمتر میشه و در کل خیلی چیز خوبیه این جیو رزونانس که جواب دیگه. آره و از این سمت هم تیم خوبی رو میتونه بهتون تعبیه کنه این. یعنی صرفا شما میتونید دوتا جیو مثل آلبیدو و جانگیو رو همیشه بذارین کنار هم دیگه و اون دوتا تون رو هر جوری که دوست دارین به خودشون ریاکشن بزنن بتر کنن دیگه بقیهش دیگه دست خودشونه که مثلا یک نمونه بارزش میشه تیمی که بهش میگن تیم نو ریاکشن حالا فکر کنم نداره داداشمون آره نداره که شاو و فروزان کانسیشیشو میذارین کنار هم دیگه دوتا جیو دوتا انمو میان کنار همدیگه اصلا خیلی تیم جالبی میشه حالا ولی دمیج خوبی هم داره واقعا تیم. خب این بود از نمونه تیم هایی که خوبن. حالا آقای ادیتورمون اگه تیم بهتری هم به مد نظرش رسید اینجا براتون لیست میکنه اون پایین میذاره که دیگه برین حالشو ببرین. خب این بود از کل توضیحاتی که برای راجع به آلبیدو میدونستیم. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه که بتونین آلبیدو جدیدی که گرفتین رو بیلد کنید. این ویدیو رو حتما برای همه کسایی که آلبیدو گرفتن یا آلبیدو دارن یا میخوان بگیرن بفرستین که بدونن چطوری بعد آلبیدوشون رو بیلد کنن و باهاش بازی کنن و در کل آیا اصلا کاراکتر خوبی هست یا نه. امیدوارم ویدیو به همتون کمک کرده باشه. حتما ویدیو رو لایک کنین، چنلمون رو هم سابسکرایب کنین، زنگوله نوتیفیکیشن هم یادتون نره بزنین که هر ویدیو گذاشیم اولین نفری باشید که این ویدیو رو میبینین. نظرات انتقاد پیشنهاداتتون رو حتما توی کامنت برام بنویسید که دیگه من همه کامنت ها رو میخونم و یکی یکی همه رو جواب میدم. دیگه حرف خاصی باقی نمیمونه تا درود دیگه. همه شما رو بارکان های بزرگ میسپارم. بدرود.